به سازن امشب خوش اومدید. قراره که از معماری حرف بزنیم، از دنیای مردونه ای که زنها تلاش میکنن جای پای خودشون رو در اون محکم کنن، با معماران زن موفق ایرانی که در داخل و ایران و خارج کار میکنن آشنا میشیم. همینطور برای گفتگو در این مورد گیسو حریری معمار از نیویورک همراه ما خواهد بود و نگار حکیم محقق و استاد دانشگاه در زمینه تاریخ معماری مدرن از وین اتریش. مهمانان ما از تجربه های خودشون خواهند گفت در مورد معماری. در پایان برنامه امشب هم به مناسبت آخرین شب صد زن نمایش مفهومی کوتاهی خواهیم داشت مرتبط با موضوع برنامه. معماری رشته ایه که هرچند زنان بسیاری در اون تحصیل کردن، اما در فهرست معماران نامدار نام زنان زیادی به چشم نمیخوره. در طول سالیان متمادی این رشته مردانه بوده و عملا تا پایان قرن 19 میلادی زنها نقش زیادی در این زمینه نداشتن. اما با تمام مشکلات رشد و موفقیت زنان در رشته معماری رو نمیشه نادیده گرفت. در ایران هم معماری از رشته های مورد علاقه زنانه و تعداد دانشجویان در این رشته در مورد زنان بیشتر از مردانه. آنایتا شمس پای صحبت یکی از معماران زن ایرانی نشسته. معمار بودن بیشتر از یک تایتل شغلیه. به نظر من معمار بودن یک سبک زندگیه. وقتی که شما معمار هستی فقط تو دفتر کارت شغل تموم نمیشه. برمیگردی خونه داری بهش فکر میکنی، بعد شب میخوابی داری بهش فکر میکنی. سال 80 که شروع کردم در واقع خودم رو با مسابقات معماری یه مقداری محک زدم و شروع کردم به تمرین کردن و تجربه کردن. من همیشه دلم میخواد که به خصوص توی خونه های مسکونی که در واقع تعداد بیشتری از مردم رو شاید بتونه که درگیر خودش بکنه، یک کیفیت متفاوت ایجاد بکنم که بتونم اون کسی که توی اون خونه زندگی میکنه رو بتونم یه جورایی غافلگیر بکنم، بهش یک فضای، یک چیز اضافه تری بهش بدم، یه چیزی که قبلا تجربه نکرده. ساختمان چهلگره یه خونه آجوری بود. خب این خونه شانس اینو داشت که بره جایزه آقاخان و اونجا جزو اون 19 نفر نامینیتی بشه که خب از تمام دنیا پروژه زیادی میاد. یک فردی از یک قشر متوسطی کارفرمای ما بود، ولی خیلی جالب بود که میگفت من اعتقاد دارم به معماری و دلم میخواد که با یه بودجه کمی یه ساختمونی داشته باشم که ارزش‌های معماری داشته باشه. بنابراین کاملا میخوام فرهنگ رو از اقتصاد جدا بکنم. نمیخوام بگیم که معماری یک چیز لاکچری ابدا نیستش که فقط متعلق به یک قشر خاصی از جامعه باشه. زن بودن شاید دایره کارفرمای منو محدودتر میکنه، یعنی اینکه من باید با کارفرمایی کار بکنم که به یک سطح فرهنگی رسیده باشه که بتونه با یه خانم معمار بتونه تعامل بکنه. خب این خیلی سخت و پیچیده نیست، چون فقط میتونه تأثیر بذاره روی بحثای کمی، روی بحثای کیفی نمیتونه تأثیر بذاره. در پروژه آخرم که خانه تقریب هست، یک نمایی سبز دارم، یک باغ عمودی روی نما هست. با اینکه پروژه خیلی کوچیکه، منتها چون کارفرما خیلی به فضای سبز علاقه داشت، فکر کردم که این فضای سبز رو ببریم روی نما و بعد بردیم روی پشت بام. درسته که این پروژه خیلی کوچیکه و این پروژه شاید اصلا نبتونه روی کیفیت هوا تاثیر بذاره، نبتونه روی زیستگاه پرنده‌ها تاثیر بذاره، ولی دلم می‌خواستش که یک پروژه انتقادی باشه به وضعیت موجود. یک نمایی داره که در این نما 3000 قطعه چوبی استفاده شده و هر کدوم از این 3000 قطعه با دست بریده شدن در اندازه های مختلف و بعد من به افراد گفتم، این آزادی رو دادم که سر اون قطعه ها رو به هر شکلی که میخوان، البته در یک آزادی محدودی، یعنی ما یه دستورالعملی تعریف کردیم و گفتیم که میتونین اینا رو شکل بدین و کارگرها خیلی خوشحال بودن به خاطر اینکه از اون کار روتینی که همیشه مرتب انجام میدن از اون فاصله گرفتن و احساس کردن که در یک پروژه معماری، در یک کار هنری دارن مشارکت میکنن و سهم دارن.
من فکر میکنم که خانوم‌ها یه وقتا خودشون آگاهانه میخوان که در یک حاشیه امنی قرار بگیرن، یعنی نمیخوان به عنوان نفر اولی باشن که اون چون نفر اول بودن ریسک باید بکنی، مسئولیت باید بپذیری. یعنی به نظر من این عوامل محدود کننده خیلی وقتا بیرونی نیستن، کاملا درونی هست. یعنی انتخاب خود خانم هاست، حالا که معلوم نیست که از کجا ناشی میشه، شاید این تهنشین های فرهنگ مردسالاریه که اعتماد به نفس شاید بعضی خانم ها رو کمتر میکنه. ولی خب ببینین سال 2016 که جایزه آقا خان برگزار شد، هر سه پروژه‌ای که از ایران رفت و منتخب جایزه آقا خان شد، در هر سه پروژه نام خانم ها بود. به نظر من این خیلی میتونه برای خانم ها امیدوار کننده باشه و خیلی خبر خوبیه. نگار حکیم، محقق و استاد دانشگاه در زمینه معماری، و گیسو حریری، معمار ایرانی مقیم آمریکا که با خواهرش در نیویورک شرکت معماری بسیار موفقی دارن، شرکت حریری حریری رو اداره میکنن، اینجا با من همراه هستن. خانم حکیم، میخوام از شما شروع بکنم، برای اینکه میدونم تحقیقات گسترده‌ای روی معماران زن ایرانی انجام دادید. میخوام کمی فضا رو برای ما روشن کنید که ما چقدر حضور زنان در عرصه معماری ایران فعال بوده. سلام به شما به همگی. راستش حضور زنان میخوام در سطح مللی مقایسه کنم در زمینه معماری. الان بیش از 100 سال نیست که خانوما میتونن اصلا تحصیلات دانشگاهی داشته باشن. این در ایران برمیگرده به حدود نیم قرن. حدود نیم قرنه که خانوما میتونن اصلا دانشگاه تحصیل کنن. بنابراین این تجربه‌ای که آقایون داشتن و میتونستن در چندین نسل دفاتر معماری بزنن، خانوما تازه دارن. حدود یه نسل، یک نسل نیمه که تازه میتونن دفاتر معماری بزنن و در واقع در تراز اول کار کنن. ولی حضورشون توی دفاتر معماری خیلی قویه توی ایران. خانم حریری، شما چون میدونم در ایران هم کار کردید، برام جالبه که بدونم که در این فرصت کوتاه زنهای ایرانی پروژه هایی که حداقل ما به عنوان مخاطب به چشم میبینیم، پروژه های بسیار جالب تری، مثلا از جمله پل طبیعت در تهران که پل منحصر به فردی است که حالا تبدیل به جاذبه گردشگری برای خودش شده. آیا به نظر شما تفاوتی بین نگاه زنان به معماری و مردان وجود داره؟ با درود بر بینندگان و سپاس از شما که منو دعوت کردین که باتون همراه باشم، میخواستم بگم که والا ما فکر میکنیم حتما یه تفاوت نگر و نگاه به معماری بین زنهای معمار و مردهای معمار حتما وجود داره، به خاطر اینکه معماری یه تکمیلی از تجربه های هر معمار، و تجارب زنها و مردها با هم خیلی فرق داره. احساسی که از فضا، از نور، از درون، از خارج، از جامعه دارن با احساس و تجربه های مردا فرق داره، و خب این حتماً اثر خواهد گذاشت در معماری که میکنن. خانم حکیم، نظر شما چه هست؟ بله، منم دقیقا موافقم. برخورد خانم و برخورد آقایون با معماری کاملا متفاوته. از دید من هر کدوم یک سری اولویت هایی دارن وقتی که طرح میدن. خانوما بیشتر از جنس ادله نرم، اگه بخوایم حالا به انگلیسی بگیم سافت فکت، دارن کار میکنن. آقایون بیشتر با اعداد و ارقام کار دارن. به خاطر همین این توی طرح ها دیده میشه. خانوما بیشتر، همونطوری که خانم مجدآبادی هم گفتن، بیشتر میخوان یک احساسی رو توی فضا ایجاد کنن. آقایون بیشتر میخوان بیشتر با اعداد و ارقام کار کنن. برای همین منم موافقم که برخورد خانم ها با آقایون کاملا متفاوته با معماری. خانم حریری، شما جزو اون معدود زنان موفق معماری هستید که در رده های خیلی بالا جای گرفتید. چقدر سخت بود رسیدن به این نقطه؟ والا موفقیت در معماری برای تمام معماران و به خصوص زنان معمار خیلی مشکله، به خاطر اینکه یک حرفه مردانه است. و سختی زمانی که ما شروع کردیم به تحصیل و کار این بود که
مشخصا می دیدیم که در دانشگاه توجه به شاگردان مرد زیادتر بود. تمام جوایز شناسایی ها از شاگردان مرد بود و ما دقیقا نمیتونستیم بفهمیم که این به چه دلیلیه. فکر میکردیم شاید ما درست با فرهنگ اینجا آشنا نیستیم، ولی به این نتیجه رسیدیم که مهمترین اینه که هر معمار باید برای خودش تعریف کنه که معماری چیه و به چه دلیلی دنبال معماری میره. راه معماری راه خیلی مشکلیه برای همه و خب ما به این نتیجه رسیدیم یکی از دلایلی که واقعا شاید پروژه های ما رو نمیفهمیدن زن بودن ما بود. یه دلیل دیگه این بود که ما دو تا خواهر بودیم و فرهنگمون و افکارمون و کارامون با همه فرق داشت و متاسفانه چون همونطوری که گفتن در معماری ما الگو و نمونه زن معمار در تاریخ خیلی کم داریم، مشکل برای زنان معمار که یه راه و روشی رو پیدا کنن و یه رول مدلی داشته باشن که بتونن دنبال روی اون بشن و به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که حتماً شرکت خودمون رو باز کنیم و شریک مرد نداشته باشیم و در ضمن شروع کنیم به درس دادن در دانشگاه ها به خاطر اینکه کمبود بود. خیلی نکته های جالبی اشاره کردیم، برمیگردیم به این موضوعات، با ما همراه باشید. اما در دو سال اخیر بیش از 2400 دختر در رشته‌های مختلف مهندسی از دانشگاه افغانستان فارغ التحصیل شدند. تعداد دختران دانشجوی معماری همیشه کمتر از پسران بوده، اما در این اواخر دختران فارغ التحصیل این رشته تونستن که در کابل فرصت‌های شغلی مناسبی به دست بیارن. نسرین نوا خبرنگار ما در کابل با شماری از این معماران صحبت کرده. قصر تاریخی افغانستان که به دست مردان دیروز تخریب و با فکر زنان امروز ترمیم می شود. مهندسانی که در طرح ترمیم این قصر نقش برجسته‌ای دارند. در فضای پرچالش کاری در کنار مردان دست به کار شدند تا آبادی را از روی کاغذ بر زمین پیاده کنند. تا سال گذشته 25 خانم به عنوان مهندس اینجا کار می کردند. اما حالا فقط دو خانم. فقط 3 نفر هستند باید کار. زنان در افغانستان اکثرا دست کم گرفته می شوند. اما همین زنان امروز در تلاش تغییر این نگرشند. زمانی که ما در رسانه دیدم که طبقه اوناس اینجا کار میکنه با ما بسیار یک شوق و هیجان رخ داد. بسیار علاقمند شدم که من باید در قصر دارالامان کار کنم. چون من استعدادش داشتم و اون مهارتی که داشتم میخواستم که من دوشادوشی از دیگه دخترها بتونم که اینجا کار کنم. امتحان دادم، به امتحان اولین دختر خانم بودم که من اینجا کامیاب شدم. خیلی از این کارم خوش هستم و دوست دارم این کارم، چون انجینری نه تنها با آقایان است، بلی دختر خانم ها هم میتونن این کار را پیش ببرن. فکری برای آبادانی و طرحی برای یک مسکن. مهندسی که سال هاست روی چالش ها خط زده و به کارش افتخار میکند. وقتی که کار شروع کردم بسیار بر من مشکل تمام شده بود، چون بر من گفته شده بود که این یک مسلک مردان است و تو نمیتونی این را پیش ببری. اما به مرور زمان من خود وقتی که در کار دریافتم تانستم که واقعا این کار به شوق و ذوق خوبی را پیش ببرم و تقریبا 8 سال است که این کار را پیش میبرم و اصلا مشکلاتی که بوده آیست آیست از سرهای خود بس کردم و حالا به حیث عامر یک بخش در شهرسازی کار میکنم. طرحی از دانشجویان سال دوم رشته ساختمانی، دختران پیشتاز و مشتاق یادگیری. سالها پیش شاید در چنین کلاسی حضور دختران انگشت شمار بود، اما حالا 1/3 کلاس را تشکیل می‌دهند. فقط فاکولتی ما میگوید 33% دانشجویان این دانشکده دختر هستند و این رقم هر سال رو به افزایش است. دخترای ما کلش وظیفه دارند. یک دختر فارغ فاکولتی ما بدون وظیفه نیست، اما یک تعداد بچهای ما اگرچه وظایف دارن خب وظایف دائمی نیستن، موقت بسیارش چی داره.
سال گذشته بیش از 350 دختر در بخش‌های ساختمانی آموزش دیدند. امسال هم نزدیک به 400 دانشجوی دختر از این رشته فارغ التحصیل می‌شوند. دختران با این حضور در دانشگاه نشان دادند که دست کمی از همقطاران پسر ندارند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. خانم حکیم، هیبه مجدآبادی که صحبت میکرد از این گفتش که یک جا اشاره کرد که فقط جامعه نیست که مقصره، خود زنها هم باید تلاش کنن که ترساشون رو بذارن کنار و قدم پیش بگذارن. یک نکته جالبش اینه که مثلا ما خیلی تلاش میکنیم که 50% کارشناسای برنامه هامون زن باشن. در موارد مشابه با تخصص مشابه احتمال اینکه کارشناس زن بپذیره در یک مورد تخصصی صحبت کنه بسیار کمتر از مردی با همون تخصص مشابه یا حتی تخصص کمتر. فکر میکنید راجع به این چه کاری میشه انجام داد که این نابرابری از بین بره؟ این نابرابری واقعیتش اینه که با خود خانوها هم به هر حال برمیگرده، به خاطر اینکه شما زمانی که میخوان توی در واقع تراز یک کار کنین احتیاج به تأسیس دفتر یا احتیاج به یک سری یک از این بزرگتر باشید و از این حد بزرگتر بودن احتیاج به این داره که شما به معماری به کارتون حالت 24 ساعته نگاه کنید و خب این برای خیلی خانوما که میخوان یه خانواده هم تشکیل بدن دوتا رو با هم کار کردن پیچیده است. به خاطر همین خیلی از خانم‌ها خودشون ترجیح میدن که در تراز یک نباشن و در تراز دو کار کنن، به خصوصی خیلی از معمارا. یعنی نمیشه فقط همه تقصیر رو داد به شرایطی که وجود داره، به خاطر اینکه طبیعته که خود خانم‌ها به هر صورت میخوان تشکیل خانواده بدن و هر دو تاشو با هم امکانش نیست که بخوان هم در لول شغلی تراز یک باشن و هم در خانواده بتونن یه محیط گرمی ایجاد کنن. دقیقا این فشاری که جامعه میاره و زمینه های فعالیت زنان یعنی زنانی که بچه دارن به حال شرط برشون سخت‌تره. خانم حیری، نکته جالبی که اشاره کرده بودیم بحث اینه که دو خواهر تصمیم گرفتید انجامش بدید و تصمیم و سعی میکنید که رول مدل باشید، الگویی باشید برای زنان دیگری که میخوان قدم به عرصه معماری بگذارن. این مفهومیه که حالا خیلی بیشتر از گذشته ازش صحبت میشه، مفهوم اینکه زنها باید در کنار هم کمک کنن به زنان دیگه و بیارنشون بالا. میخوام ببینم تجربه شما در این زمینه چطور بوده. من با شما کاملا موافقم. با اولین پیشرفتی که زنها میتونن بکنن به خصوص در حرفه های مردانه کمک و حمایت از همدیگه است. من همیشه گفتم یکی از سخت‌ترین و مشکل‌ترین موانع و صدها جلوی ما برای پیشرفت زنان معمار بودن نه آقایان معمار. و یه حالتیه که شما میدونین زنان رو مسابقه بود بین تک گروه هایی که وجود داشتن و برای همین الان دیگه اون موقعیت نیست و با حسادت و جلوی پای همدیگه سنگ انداختن هیچ کس به هیچ جایی نخواهد رسید. در هر صورت، در صورتی که اگر اینکه با همدیگه کمک کنن، دست همدیگه رو بگیرن و همدیگه رو بالا بکشن، جامعه هم خب به اونها کمک خواهد کرد و به یک طبقات بالاتری خواهند رسید. ولی من چیزی که میخوام به شما اشاره کنم، چون که اولش صحبت کردین که چرا وقتی از زنان اجازه میخوان که بیان صحبت کنن و یا در یک داوری و غیره شرکت کنن خیلی کمتر حاضر خواهم بود که این کار رو انجام بدن. والا ببینین هر چیزی یه مقدار تجربه لازم داره و ما برای خاطر اینکه جوانان و زنان جوان معمار رو به خصوص آماده کنیم برای کارهای بالاتر، برای معماری بهتر و با ارزشتر، مجبوریم یک زمینه و یک به اصطلاح سکوی درست بکنیم که بتونن همه همونجور که گفتین با برابری
و یکی بودن، خلاصه بتونن اینا شرکت کنن در مسابقه های مختلف و در پروژه های ملی. من میخواستم الان اینو اعلام بکنم که به خاطر اینکه ما از همون اول تجربه کردیم که مهمترین در حقیقت چیز برای یک جوان معمار اینه که تجربه، شناسایی و حمایت جامعه رو داشته باشه. صحیح. بنابراین با کمک دکتر محمد بلادی، دبیر اتحادیه معماری و شهرسازی ایران و حمایت دکتر مهروان و دانشگاه رازی کرمانشاه، در تدارک یک مسابقه هستیم که طرح برنده شده را برای یک سال موقتی در یک پارک عمومی ساخته بشه و نظیر گالری سرپنتین در لندن یه زمینه بشه برای آزمایش معماری نوین. چقدر فکر خوبی. شناخت جوانان معمار. بله، فکر بسیار عالی خانم حریری. من فقط باید عذرخواهی کنم چون زمانمون به شدت محدوده. من به بینندگان توصیه میکنم که از سایت شما احتمالاً میتونن اطلاعات بیشتر در این زمینه به دست بیارن و احتمالاً اطلاعات عمومیش خواهد بود. گیسو حریری معمار همراه ما و نگار حکیم محقق و استاد دانشگاه، سپاسگزار از حضور هر دوی شما در برنامه. سپاسگزارم. بعضی زنان نگرانن که تشکیل خانواده یا داشتن فرزند سد راه موفقیت هاشون بشه، اما برای یکی از زنان موفقی که با او صحبت کردیم داستان به شکل دیگری بوده. حرفای حال میهنی رو از زبان خودش بشنویم. من تقریبا 18 سال پیش مهاجرت کردم و به بوستون اومدم. خانواده داشتم، ازدواج کردم و تقریبا میتونم بگم که انگلیسی هم نمیتونستم صحبت کنم، خیلی در مقدار کمی، و ایران دیپلم گرفته بودم. بعد اومدم اینجا دیگه شروع کردم با کلاس‌های انگلیسی. بعد از 2 سال فوق دیپلممو گرفتم، بعدش هم درسمو ادامه دادم تا سال 2015 که دکترامو توی بایومدیکال انجینیرینگ و بایوتک گرفتم. واقعا باورم اینه که انقدر ما زنای ایرانی قدرتمند هستیم و توانایی داریم که متاسفانه بارور نشده به خاطر حالا یا فرهنگمون بوده یا هر شرایطی که توش زندگی کردیم، ولی خیلی بیشتر از اونی که فکرشو میکنیم توانایی داریم. اجازه بدین که این قدرت هاتون پرورش پیدا کنه، رشد کنه و ازش استفاده درست بکنین. و وارد علم و تکنولوژی شدن یکی از بزرگترین راه‌های موفقیت برای خانم‌ها، برای اینکه میتونن از این قدرتشون استفاده کنن. قدرت‌های خودتون رو بشناسین و شما نزدیک بشین به دیگران، اجازه بگیرین که اون فرصت رو بهتون بدن که خودتون رو ثابت کنین. اون در حقیقت اونطوری برای خودتون اون موقعیت رو به وجود میارین. کسی نمیاد این موقعیت رو به شما تقدیم کنه. بهتر اینه که از همدیگه کمک بخوایم و دست همدیگه رو بگیریم، حتی اگر که میبینیم که یکیمون ممکنه خجالت میکشه یا نزدیک بشه یا هر چیزی، یه مقداری به همدیگه کمک کنیم که همه وارد قسمت پروفشنال بشیم و به همدیگه اون رشد، فرصت رشد رو بدیم. تلاش میکنیم که در سالهای آینده هم پروژه صدزن رو ادامه بدیم و این کار منوط به همکاری شما. نظرات و پیشنهاداتتون رو بفرستید. همینطور اگر زنان موفقی اطرافتون میشناسید به ما معرفی کنید. سری برنامه‌های صدزن امسال رو با یک نمایش مفهومی کوتاه به پایان میبریم. نمایشی که تلاش فردی زنان و همینطور حمایت اونها از یکدیگه، چیزی که ما امشب خیلی روش تاکید کردیم، رو نشون میده. با شریل پرینس و شارلوت اسلیتر از تئاتر سیمیا همراه بشید.